خب اینم از مرحله آخرش و آرایش کناره هاش. سیخ کبابمون آماده است برای این که بره روی منقل و یه جوجه کباب مشتی و خوشمزه و جنگلی بهتون آموزش بدم. یه مقداری مواد اولیه‌اش فرق میکنه اما مطمئنم خوشتون میاد. بریم سراغ مواد اولیه‌اش. پودر پیاز داریم، یه قاشق چای خوری. پاپریکا داریم، یه قاشق چای خوری. فلفل سیاه داریم، یه قاشق غذا خوری. درشتش من میساومش. نمک داریم به اندازه لازم. ارگانو داریم و همینطور آویشن و به ماست پرچربم نیاز داریم. حالا کم چربم بود اشکالی نداره. و بیایم اینجا سینه مرغ کامل داریم، فلفل دلمه داریم، گوجه فرنگی داریم و لیمو تازه. خب میریم سراغ خورد کردن مواد اولیه همون. ما یه جشن بزرگ داریم و اولین کاری که میکنیم فیله ها رو جدا میکنیم. برای قبضه کردن این یه دونه رو فقط بهتون میگم، دستتون رو میذارید به این شکل اینجا و به راحتی میتونید بازش کنید تا انتها مرغ. خب بعدم به این شکل به اندازه 3 انگشت یه برش میزنید، یه برش بعدی و به راحتی هم میتونید خوردش بکنید. ببینید به این شکل، میبینید به این شکل بهش میگن لقمه ای، میتونید خوردش کنید. این از این برای خورد کردنش. اما کاری که من میخوام امروز انجام بدم یه کار متفاوته. من فقط فیله رو جدا میکنم برای این که میخوام جوجه لقمه ای سایز بزرگ بزنم. این به این شکل و به صورت نوارای این اندازه ای میخوام درش بیارم. خب فیله ها رو هم میذاریم کنار و میایم برای خورد کردن اینا به این شکل. خب مرغایی که نواری خورد شدن و برمیگردونیم داخل قابلمه. این مرینید یه مرینید موندگاره و خیلی هم دوست داشتنی. خب حالا اولین کاری که میکنیم زعفرون رو میزنیم. بعد اضافه کردن زعفرون مرغا رو رهاش میکنیم به مدت نیم ساعت بمونه و برمیگرده. خب بعد نیم ساعت برمیگردیم و بهش روغن زیتون رو به اندازه نصف تا استکان اضافه میکنیم. مرغمون چند کیلو هنی؟ چند کیلو بود؟ تقریبا 7-8-10 کیلو ما مرغ داشتیم. حالا کاری که روغن میکنه عطر و طعم و رنگ زعفرون رو روی مرغ تثبیت میکنه، یعنی نگهش میداره. بازم این کارو کردم، یه هم میزنم و به مدت نیم ساعت دیگه رهاش میکنم و برمیگردم. برای این مقدار نیاز به 3 تا دونه فلفل دلمه درشت داریم و اینا رو هم میتونیم به صورت خلالی و خیلی نازک خرد بکنیم که زودتر طعم و مزه‌اش در بیادش. پیازا رو هم تا جایی که میتونید نازکش کنید برای اینکه اسیدش به صورت کامل داخل مرغا بره. اینم از تقریبا
به 4 تا دونه پیاز درشت یا اگرم خواستید خلالی، به یه تقریبا نیم کیلو پیاز خیالی بر خیالی پیاز خلالی براشون نیاز داریم. پودر پیاز جادو میکنه داخلش. اینم پودر پیاز از این. پاپریکا زیادم نمیزنیم چون فلفل دلمه‌ای داریم، ولی خب 10 کیلو باره. و اینم فلفل درشت که سایده میشه، یه مقداری بیشتر میشه. نمک، اورگانو، اینم دو تا بشکون گنده ازش وردارید کفایت بکنه. میام سراغ آویشن. حالا اینا رو با هم دیگه مخلوطش میکنم و برمیگردم. اینم فلفل قرمز هات چیلی، اینم بهش اضافه میکنم. و خب حالا کاری که میکنم اینا رو بذارم کنار. خب حالا کاری که میکنم پیاز و فلفل دلمه ایمونو یه چنگ خوب بهش میزنم به این شکل. اسید پیاز خارج میشه و تو همین مرحله ادویه ها رو بهش اضافه میکنم و یه ماساژ حسابی بهش میدم. خب حالا سینه هایی که خورد کردیم و درشت درشت بهش اضافه میکنم. حسابی همش میزنیم چون ظرف من کوچیکه و تو سینی ریختم همش میزنم. عطر زعفرون، وقتی که زعفرون رو اول به جوجه میزنی و بعد روغن رو روش میریزی باقی میمونه. عطرش تا اینجا داره میاد. میریم سراغ ماستمون. 1, 2, و 3 تا قاشق. باقیشم ماست خیار میشه برای کارگردان عزیزمون. خب این از این و مهمتر از همه آب لیمو. اینا هم آب لیمو باغ خودمونه اینجا. تا دلتون بخواد لیمو داره. خب این از این بذارم کنار و آب لیمو ها رو میزنیم بهش. جوجه کباب واقعی این شکلیه، باید این طعمی باشه، باید این فرمی باشه. وقتی که میخوری تمام عطرا باید داخلش احساس بشه. خب اینم مرحله آخر. شروع میکنیم حسابی با هم دیگه ماساژ دادن. ماسکاری که میکنه هم پوکش میکنه هم خوشمزش میکنه. باعث میشه که چون من از سینه مرغ استفاده کردم خشک نشه و خیلی تأثیرات دیگه داره که تو فیلم جوجه کباب کامل گفتم. خب دیگه کار ما آماده شد. اینو رهاش میکنیم به مدت 2 ساعت بمونه و بعد 2 ساعت برمیگردم و سیخ میگیرمشون. میریم دیگه سیخ کباممون رو کاملش بکنیم. البته یه مقدار این سیخ بزرگه و میریم برای سیخ گرفتنش. اینم باید این سیخ بزرگ و یه قلقایی داره به این شکل میزنیم و پشت سر هم میان. اضافی ها هم میگیریم که کارمون رو رسوز نکنه. حالا دونه دونه به ترتیب بر اساس ضخامتشون سیخ میگیرم و همین جوری تا انتها میام. حالا چیزی که مهمه، باید ضخامتاشون تقریبا همه توی یه اندازه باشه. یعنی اگه درست خوردشون بکنیم میتونیم که یه جوجه خوب و مشتی و یه دست در بیاریم. چون جوجه کباب همیشه گفتم
سایزا باید با هم دیگه یکی باشن. میبینید یه کار قشنگ و شکیل در میادش. خب فقط یه مقداری باید ضربه بزنیم. البته این وسط کار، هنوز این سیخ جوجه کباممون کامل آماده نشده. حالا تقریبا 2 متر و وزنش هم فکر میکنم 10-11 کیلو باشه. حالا تو بلند کردنش به مشکل نخوریم، شانس آوردیم. خب اینم از مرحله آخرش و آرایش کناره هاش. سیخ کباممون آماده است برای این که بره روی منقل. و فقط تنها مطلبی که بود، سیخ خیلی سنگینه، تقریبا 7-8-10 کیلوه، یه مقداری شکم میندازه. مجبور شدیم که این سیما رو استفاده بکنیم برای پختنش، ولی زغال زیرش رو کم کردیم و کاملا میپزه، اینو مطمئنه. حالا زمانی که پخت دیگه موقع سرو کردنش بهتون نشون میدم. البته چون تیکه‌هاش زخیمه اصلا دیگه بادش نمیزنیم، فقط سعی میکنیم که حرارت رو کنترل بکنیم. فقط قبلش یه چیز بهتون بگم، یه بار برگردوندمش، میتونی آن یه نزدیک بگیری، یه بار برگردوندمش، این جاهایی که میبینید یه مقدار روسوس شده، اینا علامتهای خوبیه که بدونید اون زیر حرارت بالا، حرارت زیرش رو هی پخش کردم. حالا برش میگردونیم پیمان جا، اینو برگردونیم لطفا. به به، میتونی نزدیک بگیری. بعدم چون تیکه ها بزرگه، کمی بهش به این شکل روغن میزنیم. البته اگر هم خواستید نمایش اجرا کنید، الکی یه دونه هم اینجوری میزنید دود بلند میکنه. میریم یه درم قبل سرو کردنش لیمو بهش اضافه کنیم. بحبه دیگه، میریم برای کشیدنش. صف کن بریم بکش محکم تو هم کشم دیگه. خب بایستا همینجا بایستا. نه گرفتمش، نگران نباش. اوکی گود. واو اوکی برم بر فرس. خب اینم از جوجه کبابمون آماده شد. ببینید کاملا پخته و میبینید کاملا آب داره. وقتی که فشار میدی از داخلش آب خارج میشه. جوجه کباب خوبی هم شده. میکنی یه جوجه کباب آبدار، خوشمزه و تستی. امیدوارم که این دیشو درست بکنید و حالش رو ببرید. دوستتون دارم، هر جای دنیا که هستید بهتون افتخار میکنم. خدایا رو نگهدارتون.